امتحان یک لباس تازه در فروشگاه و با خبر کردن دوستان فیسبوکی از این خرید. روبروی آینه بایستید، لبخند بزنید و تمام. سه دختر اهل ینا که برای گردش به برلین آمدند می توانند در این فروشگاه و اکانت خود در فیسبوک وارد شوند و عکس خود را برای دوستانشان بفرستند. با حال امروز کسی پیدا نمیشه که توی فیسبوک نباشه. عکسو آپلود میکنم و همه دوستان میتونن ببیننش. خیلی باحاله که ما در حال خریدیم و اونا توی خونه نشستن. آدیداس نئو اسم این فروشگاه است. آدیداس به دنبال جذب تینیجرهای بین 12 تا 17 سال است. هر کس که امروز با این گروه سنی سر و کار دارد باید به مالتی میدیا فکر کند. تنها از این راه است که میتونیم گروه مخاطبمون رو جذب کنیم. همه بچه ها توی این سن و سال گوشی هوشمند دارن، توی شبکه های اجتماعی فعالن و با کل آدم های دیگه توی این شبکه ها مرتبطن. این کاری که ما کردیم اونا رو جذب میکنه و با نیازهای اونا میخونه. البته آدیداس در به کار بردن این استراتژی تنها نیست. کارشناسان حفاظت از اطلاعات شخصی کمی نگرانند. به گفته آنها مشتری‌های جوان آگاه نیستند که در حقیقت با داده‌هایشان بهای خرید را می‌پردازند و به فیگورهای تبلیغاتی در شبکه تبدیل می‌شوند. یوهانس کاسپر، کارشناس حفاظت از داده‌ها در شبکه، میگوید خطر اینجاست که شرکت‌ها تهوتوی اطلاعات مشتریان را از روی پروفایلشان در می‌آورند، مثلا اطلاعاتی درباره سلیقه‌ها و عادت‌های گروه‌های مشخصی از مشتریان، داده‌هایی که به اعتقاد او به بیرون درز می‌کنند و دیگر نمی‌توان آنها را پس گرفت. نقشه دیگر آدیداس قرار دادن چیپ هایی در لباس برای پی بردن به ترکیب و انتخاب لباس مشتری در اتاق پروف هست. راهی که آدیداس را به تینیجرهای امروز و فردا نزدیکتر می کند.